هلو گایز، به کانال گیمرز تیپس خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم یه پیشنهاد از بازی الدر رینگ بریم که به تازگی گیم پلی ازش منتشر شده و کلی اطلاعات داره. امیدوارم از ویدیو لذت ببرید. با من همراه باشید. Let's go. با توجه به اطلاعات منتشر شده و تریلر از گیم پلی بازی، سیستم مبارزات بیشتر شبیه فرانچیز سولز هستش. هرچند این امر تکراری و فاقد اشکاله، چرا که این فرمول امتحان خودش رو پس داده. مبارزات در الدر رینگ همچنان رنگ و بوی خاص فرام سافتور رو داره که هواداران این استودیو با اون به خوبی آشنا هستند. از این رو هر آنچه که از یک بازی سولز انتظار دارید تو این بازی به خوبی میتونید اون رو تجربه کنید. از بازهای قولاسا، مبارزات نفسگیر، جا خالی دادن هایی که زندگی و مرگ شما رو تعیین میکنن، از بلاک کردن حملات سنگین دشمنان تا از پشت حمله کردن به اونها، اجرا و ادای انواع ورد‌های جادویی و حتی انیمیشن های خاصی که مشابه بازی سولز است. یکی از مضامین اصلی بازی باس فایت هاشه که البته نیمه خدا هم هستن. این مخلوقات تنها موجودات و هیولاهای ترسناک نیستن، بلکه عناصر قهرمانی و ساتیری هم در اونها وجود داره. اساسا اونها خدایان باستانی جهان بودن. اونها هر کدوم به واهی جنون سقوط کردن و به نوبه خودشون به تباهی کشیده شدن. پس با اینکه در ماهیتشان رد پای اساطیر و خدایی وجود داره، جنون سرسام‌آور و فلاکتی عمیقا ریشه در اونها دوانده. با این حال کلاس های بازی به چند نوع مختلف تقسیم میشه که از اونها میشه به چمپیون، واریور، بلودی وولف اشاره کرد. همان نسخه قبلی فرام سافتور هر کدام از کلاس ها ساختار مخصوص به خودشون رو دارن. برای مثال بلادی وولف شمشیر سپر داره، یا وایرور به شما اجازه میده که از دو تا شمشیر به همطور همزمان استفاده کنید. بازی الدن رینگ از استودیو فرام سافتور روی کنسول های پلی استیشن 5، ایکس باکس سری ایکس و سری اس با رزولوشن 4K و فریم ریت 60 اجرا میشه. دنیایی که الدر رینگ تون جریان داره هم عجیبه و هم آشنا، به نحوی که میشه گفت شاید الدر رینگ یک ادامه معنوی برای سری بازی‌های سولز باشه. در رونمای اولی از بازی میازاکی جهان این بازی رو مستعد گشت و گذار میدونه و تاکید میکنه که بازی فرمت جهان باز داره، همون اوپن ورلده. با اینکه سری دارک سولز محدوده چندانی برای تفحص و جستجو بازیکن در جهان خودش نمیذاش، جهان الدرینگ به طور کلی خیلی آزادی های بیشتری در اختیار طرفداران قرار میده. با وجود جهان باز، الدرینگ اثر ساخته شده توسط این سازنده مشهور و پرمهارت هستش. از این رو نباید انتظار جهانی سرزنده و پرتکاپو و پرجنب و جوش رو داشته باشیم، بلکه با یک دنیایی که در حال انزواست و در حال مرگ روبرو هستیم. میازاکی ادامه میده خلق سبک جدیدی در صنعت بازی ها برای اونا چالش بسیار بزرگی بوده. اگه بخوان شهر و روستاهای سرزنده رو به این بازی اضافه کنن، از توان اونها بالاتره. پس تصمیم گرفتیم یک نوع بازی جهانباز بسازیم که بنیان آن را تمامی چیزی که در تبحر دارم شکل میده.
همونطوری گفتیم جهان بازی اوپن ورلده، اسم این دنیای جدید، سرزمین مابینی یا میشه گفت بیتوین لند هستش که توسط جورج آر آر مارتین خلق شده. میازاکی این دنیا رو اینگونه توصیف میکنه: سرزمین های مابینی توسط الدر رینگ یا همان حلقه کهن و ارت تری یا همان درخت آرد قرین رحمت قرار گرفته که سمبول وجودیتونه. از این رو برای مردم بزرگ و کوچک در سرتاسر این سرزمین فرخوندگی و برکت با خود برمغان آورده. این سمبول در مردم در قالب نوری طلایی یا حاله طلایی خودنمایی میکنه که به خصوص تو چشماشون قابل رؤیت. این روشنایی یا درخشش سمبول تقدیس درخت آرد هستش. هرچند با گذشت زمان افرادی از راه رسیدن که این آمرزش رو از دست دادن و نور از چشمایشان رخت بربست. این افراد به مکدر شدگان شناخته می شوند. یکی از نقاط قوت این بازی گزینه هایی که در نبرد ها در اختیار شما قرار می گیره. مثلا می تونید به تنها به دشمن حمله کنید، اما همچنین می تونید از سایر المان ها استفاده کنید که یکیشون احضار ارواح بود. به استفاده از اون در قالب متعدان در مبارزه است که آزادمنی بیشتر در اختیار بازیکن قرار می ده. با توجه به گیم پلی و تریلری که از بازی منتشر شده، برخی نقاط قوتی میشه از این تریلر به دست آورد. یکی از اونها امکان فست تراول، همون طور که میشه گفت جابجایی سریع تو نقشه است. وجود تعداد زیادی از مبارزات که اختیاری هستن و هیچ لزومی به درگیر شدن ندارن. و بازیکن میتونه بدون اینکه با آنها درگیر بشه از اونها گذشت کرده و به روال داستانی خودش ببره. یکی از المان‌های اصلی بازی احضار ارواح سرگردانه یا همون سومون. این سیستم توی سری بازی‌های سولز هم وجود داشته و توی این بازی هم وجود داره. در بخش‌های خاصی به شما اجازه داده میشه که روح شخصیت‌های دوست رو احضار کنید تا شما رو تو نبرد یاری کنن. اونها همیشه تو مکانهای خاصی حضور دارن. مثلا قبل از اینکه با باسها وارد درگیری بشید امکان احضار اونها وجود داره. عزیزان دل، به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و اگر دوست داشتید از ویدیوهای آینده ما با خبر بشید سابسکرایب کنید و زنگولی کنارشو بزنید.